پس از گذشت 4 روز از زمین لرزه مرگبار روز شنبه در غرب افغانستان، بامداد امروز 4 شنبه نیز 3 زمین لرزه پی در پی هرات و استانهای همجوار آن را تکان داده است. همزمان از شهر مشهد ایران هم گزارش شده که بامداد امروز زمین لرزه نیرومندی این شهر را تکان داده است. مرکز زمینشناسی ایالات متحده آمریکا گفته زمین لرزه نخست به بزرگی 6.3 و زمین لرزه بعدی آن به بزرگی 5 درجه ریشتر رخ داده است. بر اساس اعلام این مرکز، زمین لرزه ها روز 4 شنبه حوالی ساعت 5 بامداد به وقت محلی در عمق 9 کیلومتری زمین رخ داده است. این زمین لرزه ها در حالی رخ داده است که زمین لرزه با همین قدرت در روز شنبه هفته جاری در شهرستان زندجان و شماری دیگر از شهرستان های هرات را لرزان و هزاران نفر کشته و زخمی بر جای گذاشت. زمین لرزه روز شنبه برخی مناطق ایران، ترکمنستان و ازبکستان را هم تکان داده بود. دکتر مهدی زاره، استاد پژوهشگاه زلزله شناسی از تهران با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون. آقای دکتر، مهمترین دلایل و عوامل زمین لرزه های پی در پی اخیر که در افغانستان، ایران و برخی نقاط آسیای میانه رخ داده از نظر زمین شناسی چیه؟ بفرمایید. زلزله که از صبح شنبه 15 مهر ماه 7 اکتبر در حال رخ داد هست، زمین لرزه هایی است که در منطقه‌های غربی افغانستان و در نزدیکی مرز ایران در راستای گسل هریرود یا گسل هرات اتفاق افتادند. این گسلی است که در از نظر سابقه لرزخیزی، سابقه زلزله های شناخته شده و مطالعه شده نداره هنوز، ولی واقعیت این استش که گسل هرات، در واقع سامانه گسل هرات حدود 1200 کیلومتر طول داره و بخشی از این گسل که حدود به نظر میاد 50 کیلومتر از این گسل بوده در زمین لرزه، در واقع 20 زمین لرزه ای که از روز شنبه تا امروز 19 مهر ماه اتفاق افتاده دچار گسیختگی شده. به نظر میاد از روز شنبه 7 اکتبر تا امروز 11 اکتبر قطعی در واقع گسلش به سمت در واقع شرق جابجا شده، یعنی زلزله ها از بخش غربی تر به سمت حرکت به سوی بخش شرقی تر است. راهکارهایی جناب دکتر، چه راهکارهایی برای مقابله با زلزله های احتمالی در آینده و کاهش تلفات انسانی وجود داره؟ ببینید، اینجایی که این زلزله اتفاق افتادن در منطقه غرب افغانستان، اینجا منطقه است که به هر حال نظر زیرساخت بسیار زیرساخت های ضعیفی داره و همونطور که توی تصویرهای شما هم کاملا واضح هست، این ناحیه خانه های اکثر مردم خانه های خشت و گلی هستند و وضعیتی که به هر حال حتی با یک زمین لرزه متوسط اگر نزدیک این خانه ها اتفاق بیفته و این روستاها، اکثر این بناها فرو می‌ریزند. حالا که در واقع 20 زمین لرزه از روز شنبه اومده و 4 تا از این اتفاقات با بزرگی بیشتر از 6 بوده، یعنی شما میتونید در نظر بگیرید که تقریبا هر کدوم از این 4 اتفاق بزرگی نزدیک به زلزله بم در سال 1382 در واقع داشته. بنابراین اگر بخوام پاسخ پرسش شما را عرض بکنم، باید بگم که در این ناحیه اگر میخواییم همچین تلفاتی دیده نشه،
به طور کلی مسیر توسعه باید عوض بشه، خانه های خشت و گلی باید به کنار گذاشته بشه و مردم به تدریج در زیرساخت های تاباور و مدرن ساکن بشن، که این خب طبیعتا وابسته است به توسعه و پایداری در اون کشور و اینکه امنیت برقرار بشه و سرمایه‌گذاری اقتصادی و به تدریج شیوه زندگی مردم متفاوت بشه. بله، آیا علاوه بر عوامل طبیعی و زمین شناسی، بر اساس برخی از شایعات عوامل بیرونی و دخالت‌های انسانی نیز در بروز زلزله‌های اینچنینی تأثیر گذاره؟ در این اتفاقایی که از روز شنبه تا امروز دیدیم نه، یعنی تقریبا میتونیم بگیم که هر عامله با این بزرگا و عمقی که این زلزله ها داشتن از حدود 8 کیلومتر تا حدود 15 کیلومتر، حتی اگر انسان ها به طور عمدی هم میخواستن دخالت بکنن، امکان ایجاد چنین زمین لرزه هایی رو و یا تحریک چنین زمین لرزه هایی رو نمیداشتن. بنابراین به طور خیلی خیلی خلاصه باید گفت که چنین زمین لرزه هایی به دلیل تجمع تنش و تغییر شکلهایی که مداوم داره در اون ناحیه و البته در سمت شرق اون ناحیه به سمت کابل و در سمت غربش به سمت ایران در منطقه تربت جام و تربت ایدریه و گسل درونه در استان خراسان رضوی ایران در واقع اتفاق میفته، ما تغییر شکل مداوم داریم و این تغییر شکل برای گسل در واقع در جاهایی از گسل یه تمرکز تنش ایجاد میکنه و این تمرکز تنش گرچه دیر به دیر ولی دچار گسیختگی میشه و این دفعه در واقع به اصطلاح نوبت منطقه هرات بوده و میتونسته اتفاق از این بدتر هم باشه، به این معنی که به جای اینکه 4 تا زلزله با بزرگای 6 یا بیشتر پی در پی بیاد، مثلا یک زمین لرزه با بزرگای بیش از 7 اتفاق میافتاده، ولی به هر حال همین زلزله های 6 هم که اتفاق افتادن موجب خسارت و تلفات گسترده متاسفانه شده. بله، با تشکر از دکتر مهدی زارع که از تهران با ما همراه بودند. در همین حال منابع محلی گفتند زمین لرزه بامداد روز چهارشنبه در نقاط دوردست هرات تلفاتی بر جای گذاشته، اما به دلیل دوری راه آمارهای مشخصی ارائه نشده است. همزمان برخی منابع دیگر گفتند که تاکنون چندین کشته و بیش از 100 زخمی ناشی از این زمین لرزه به بیمارستان‌های هرات منتقل شدند. از سوی دیگر خانواده‌های قربانیان زمین لرزه و فعالان اجتماعی افغانستان از عدم مدیریت عملیات امدادرسانی، توزیع ناعادلانه و احتمال حیف و میل کمک‌ها ابراز نگرانی می‌کنند. محمد الهام روزنامه نگار از میلان با ما همراه هستند. آقای الهام سلام، خوش آمدید به اخبار شیعه. سلام و عرض ادب خدمت شما و همکاران عزیز و بینندگان و شنوندگان محترم. جناب الهام، از زمین لرزه های اخیر در غرب افغانستان آمارهای متفاوتی ارائه شده. آخرین آمار تلفات زمین لرزه بامداد امروز و همچنین روز شنبه به چه میزانه؟ همونطور که در خبرها هم تذکر دادیم و در طی 5 روز اخیر که زلزله مرگبار در غرب افغانستان در استان هرات اتفاق افتاد، متاسفانه تعداد زیادی از شهروندان افغانستان کشته و مجروح شدند. آمارهای بسیار ضد و نقیض و متفاوتی از طرف نهادهای مختلف ارائه شد، بعضا تا مرز 2600 تن هم گزارش شد. در آخرین مورد از زلزله روز شنبه اگر آغاز بکنیم، و تازگی پزشکان بدون مرز آخرین آمار را 2445 تن اعلام کرده و مجروحین انفجار این زلزله را هم 2440 تن اعلام کرده است. هرچند گفته که آمار نهایی نیست و با گذشت هر لحظه احتمالاً آمارها متفاوت خواهد بود. و زلزله ای که امروز بامداد امروز اتفاق افتاد در استان هرات احساس شد و بعضا در کشور ایران و چند استان
غرب افغانستان که به بزرگی 6.3 تخمین زده شده و آخرین آماری که ارائه شده 2 کشته و 117 زخمی بوده. به دلیل از اینکه راههای صعب العبور و زلزله مرکزیتش در چند شهرستان از جمله زندجان، کشتی کهنه، رباط سنگی و اومیان و گلران هرات بودن، به دلیل از اینکه راههای منتهی به این شهرستان ها با مرکز هرات فاصله زیادی دارند و آخرین آمار ممکن بیشتر از این باشه، اما تا این لحظه 117 زخمی و 2 کشته به بیمارستان های مرکز هرات انتقال پیدا کرده و سازمان ملل در گزارش اخیرش گفته که در حدود 12,000 تن که در حدود 1,700 خانوار میشد در زلزله روز شنبه متضرر شده که گفته میشد 20 قریه کاملا ویران شده است و گزارش اخیر سازمان حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف هم حاکی از این است که 90% از متضررین و قربانیان زنان و کودکان است. بله. جناب الهام، برخی نگرانی ها از عدم مدیریت عملیات امداد و توزیع کمک ها به قربانیان مطرح شده. اطلاعات شما چگونه است؟ یکی از نهادهای بین المللی سازمان عفو بین الملل شدیداً در این رابطه ابراز نگرانی کرده. ما در گذشته هم شاهد اینچنین وقایع و فجایعی که در افغانستان بودیم و پس از فاجعه‌ای که اتفاق می‌افتاد مدیریت او و مدیریت عملیات جستجو و عملیات امداد رسانی و نحوه توزیع کمک‌هایی که صورت می‌گرفت متأسفانه در گذشته هم عادلانه نبود و از او سوء استفاده‌های صورت می‌گرفت. در رویداد و در فاجعه زمین‌لرزه روز شنبه هرات هم شماری از کشورها جمله سازمان ملل، اتحادیه اروپا و بعضی تاجرین و مردم و شهروندان افغانستان در سایر استان‌های افغانستان کمک‌های زیادی سرازیر می‌شود و در حال جمع‌آوری شدن است و نگرانی وجود دارد که از این کمک‌ها سوء استفاده نشود و به متضررین واقعی توزیع شود. در گذشته نزدیک همچنین اتفاقات صورت گرفته و کمک های حتی هفتوار و ماهوار سازمان ملل که به عنوان مردم برای مردم افغانستان کمک های بشری صورت می گرفت از سوی حلقات حیف و می شد و این نگرانی شدیدن احساس می شد که در مورد زلزله اخیری که در استان هرات اتفاق افتاده متاسفانه تعداد زیادی مردم عزیزانش را از دست دادن و خانه و کاشانه و دار و ندارش خود را از دست دادن و این کمک ها به متضررین واقعی نرسد و این نگرانی نه تنها در مجامع نهادهای بین المللی بلکه در میان فعالین اجتماعی و مردم و شهروندان افغانستان هم به شدت مورد نگرانی است. بله، ممنونم از آقای محمد الهام که از میلان ایتالیا با ما بودند.